اما واسه الان هرچی بگم تو این بحث الانم که چه تأثیری تو زندگی مردم داشت. این یکی از خیابون رد شدن بود آقا، طرف قصدی نداشت از خیابون رد شد فقط. گاهی طرف میاد در فضای مجازی عکسی از خودش، محتوایی از خودش نشر میده، اون یک لحظه رد شد، 100 نفر بیشتر ندیدن. من بعضی از خانوما رو میبینم به اسم مدلینگ، به اسمهای مختلف، یک عکسی، چهره‌ای با یک قیافه‌ای با یک لباس نامناسبی میذاره توی استوریش، میذاره توی پروفایلش از خودش و روزانه هزاران نفر اینو میبینن روزانه. دل چند نفر بلرزه، چند تا خانواده متلاشی بشه، چقدر جوانها مشکلات ببینن. عصبی شدن. حاجا شما خودتون میدونید تأثیر یک گناه خودارضایی در یک جوان تا چندان در نه اصلا در چند، اینی که جوان حالا تأثیرات متعددی داره، خیلی متعدد، تو خودش، تو خانوادش، تو نسلش، توی تأثیر وضعی، تأثیر وضعیش توی توی جامعه. شما حساب کنید اصلا گفتنی نیست این فضا چقدر تخریب داره، تخریب وضعیش وحشتناکه. اما این تأثیری که شما تو ذهن یک بچه جوان، نوجوان میذاری، میگه کلهجر، میگه چی؟ میگه کلهجر، میگه کن نقش فلهجر، کندن یک سنگ. سنگه که آخر عمرش تو ذهن این بچه میمونه چی دیده از تو. ما بعضا خودمون تصاویری از بچگی، مهمونی های زنونه یادمون میاد. و سلام، من خودم هنوز که هنوزه، یکی از این عزیزان هست 21 ساله که از دنیا رفته، 21 ساله که از دنیا رفته، هنوز چهره ایشون بچه بودم تو ذهنم. این خانم که حالا یعنی همینی که میگه فلانی مراعات کن تو ارتباطه، ولو این که نابالغه، بچه 6 ساله 7 ساله است. میگه فلانی یه عارفی بود، میگه داشت میمرد، هی میگفت که اسم محله رو گفتن که اون زنه که اومد آدرس حمام بپرسه. تو ذهن آدم نقش میاد، تازه بزرگش اینجوری، چه برسه بچه که یک کلمه، یه شعر رو، یک من بچه هام الان از همه سن دارم دیگه، همه سایز دارم، بچه هم بعضیشون میبینم یه شعر داره میخونه، میگم اینا کجا یاد گرفتی؟ میگه تو تلویزیون فلان جا داشت میذاش، میبینم حفظ شده، 2 بار 3 بار شنیده حفظ شده. این نقش رو سنگه، نقش رو سنگ یعنی این، تو یک بار شنیده نقش بسته. حالا این صحنه رو ببینید، طرف رفته یک فیلمی، عکسی از خودش منتشر کرده، تا چند سال در اینترنت میمونه، تا الی ابد این در اینترنت میمونه. هنوز که هنوز بعضی از کلیپ ها رو من میبینم مال سال 84-85، تازه موبایل بلوتوثی را افتاده بود، اون موقع یک کلیپ های بود مثلا با بلوتوث منتقل میکردن کیفیت، و هنوز که هنوز اون فیلم ها هست، شاید اصلا ما صاحب اون کلیپ سالها باشه مرده، ولی همین جور دارن براش میبینیم. همین قضیه رو بازیگری که فیلم امام رضا توهین کرده، این همجوری بود، اون کسی هم منتشر کرده و مرده، بله. و البته خود این آدم و همینجور براش می نویسن، یعنی اون طرف مرده، پرونده خوش بسته شده و همینجور دارن براش زنا می نویسن، دارن براش خودارضایی می نویسن، دارن براش طلاق می نویسن، دارن براش. تو کتاب بازگشت اینو آیه مادی اوورد دیگه، قضیه که اون جوان گفته بود من فیلم مسترجم پخش کرده بودم و تو تجربه نزدیک به مرگ دیدم که به تعدادی که این فیلم من دست به دست شده بود، بتون سنگینی بود که رو سینه من میذاشتن، به هر یه دونش یه بتون. من گفتم من چیزی که دیدم، من بعد از که این خانومو دیدم که رد شد، سمیرا رو و داشت فریاد میزد دنبال فرشید میگشت، من از
صدای بوق ماشین پشت سرم فهمیدم ماشین رفته، برایده رفته، و من یک ساعت کنار خیابون زدم کنار، فقط لرزش بدنم تموم بشه بتونم حرکت کنم. خانومم جیغ میزد بالا سرم که بریم حرکت کن حرکت کن. من متوجه نبودم، بعد که متوجه شدم دیدم ماشینا رفتن از پشت سرم رو انداختن رفتن، و من زدم گفتم خانوم نمیتونم. بعد که برای خانومم توضیح دادم، خانومم داشت جون میداد، گفتم خانم خانم که دیدی رد شد. این بود، این بود، خدا رحمتش کنه. زد زیر گریه همسر سابق، زد زیر گریه. خانم گفتم خانم اصلا خدا کاش من بر نمیگشتم، کاش بر نمیگشتم، کاش اصلا بسته بود. به خدا من میرفتم تو خونه، در خونه از پشت میبستم که اصلا کسی نیاد خونم. زندگی من متلاشی شده بود، کاش خدا اینا رو نشونم نمیده. حالا این اثری که روی قلب شما داشت به مراتب شدیدتر روی قلب امام زمان داره، روی قلب امام خدا داره، و بعضیشون واقعا برمیگشتن، بعضیشون واقعا میریختن به هم. ولی تأثیر نان و حلام، تأثیر بعضی از اعمال مال اون یک دقیقه دو ساعت نیست، بعضی از اعمال تأثیرش تا سالها بعد از مرگ هست. وقتی نامه اعمال افراد میذارن جلوشون، تازه میفهمه چقدر چتای عادی که مثلا من با فلان شخص یه شوخی کردم چی پای من نوشتن. من با این دختر فقط سلام علیک کردم تو چتم، پای من نوشتن زنا، چندین زنا. چرا؟ طرف صحبت کردن با نامحرم براش عادی شد، رفت بعد از من با یه پسر دیگه صحبت کرد، رفت با یه نامحرم دیگه صحبت کرد، و بعدی شد زنا، بعدی شد. گفت من اگر میدونستم اینها ذخیره میشه هیچ وقت نمیگفتم. این حرف تک تک ماست، و اینها ذخیره میشه، اینها جز اعمال ما ذخیره میشه. حال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. بعضی وقتا یه عکسی رو میارن برات جلو، میگن تو این عکس از خودت منتشر کردی، فلان پسر با این عکس تو فلان گناه کرد، یا تو فلان پسر... مرد، فلان مرد با این عکس تو تحریک شد فلان گناه کرد، برای تو نوشته میشه. فلان زن احسن، فلان زن با این عکس تو، با این صدای تو، با این جوکی که تو که گفتی اون خندید و دلش خواست تو رو. یه چیزی گفته بودی تو کتاب بود تو قضیه شوخی تو سوپرمارکت. بله اون بگذاری، مثلا من هر دقیقه اینو میگم میرزم به هم. حالا اگه را داره بگید. نه مثلا حالا الان خودم دگرگونه، خیلی به خودم فشار میاد واقعا. صحنه رو که یادم میاد. اون مال کدوم واقعه بوده؟ کی بوده؟ اینم مال میگم. مال دو ماهی بود که چشمتون باز بود. بله. نه اینو تو بیمارستان دیدم، تو کما دیدم. حسن ریخ الان گفتی یادم اون بحث دولت رو میخواییم بگیم؟ بله. توی اداره وارد شدم، ایشون نشسته بود پای کامپیوتر داشت پاسور بازی میکرد. این ورق بازی کردنی هست که ورق رو پشت سر هم میچینه. اینو شما توی کما دیدی؟ توی کما دیدم. توی کدوم آقه؟ شاید روز ششم اینا بود. ما بین اینا واقعه دیگه رخ داده بود؟ من میرفتم کمک کنم. آره حالا بگم بهت. حالا همین فعلا بگیم چون هی از دست میره. حالا شما هم بگیم. من میخواستم برم کمک کنم به اینها و دنبال دوستان میگشتم ببینم اینا کجا هستن، من برم کمکشون کنم. ایشون رو پیدا کردم توی یکی از ادارات دولتی مشغول کار. آدم پسر خیلی خوبی هم بود اتفاقا. از قبل میشناختش؟ از قبل میشناختمش. رفتم کمکش کنم، دیدم توی یکی از اداره، حالا نمیگم کدوم اداره، که یک موقع شبهه‌ای به کسی بر نخوره. شما اینو ولی مراجعه کننده داشت. شما خودت به ذهن می آوردی بری به کی کمک کنی یا می بردن؟ می بردنم. اصلا فکر نمی کردی؟ نه، فقط دلم خواست به یکی کمک کنم. فقط در تلاش بودم به یک
اون اسرائیل که گفته برمیگردم، تو اون تایمی که بهم داده بودن می‌خواستم برم یه جایی کمک کنم، یه چیزی تو کارنامه من بنویسن. راستم تو اداریدم این داره سه چهار تا پرونده جلوش بود، باید اون کار اون رو انجام بده، ولی واسه پاسور باز اعصابش خورد بود، بی خیال شده بود، بی حوصله بود، واسه با این بازی میکرد. مراجعه کننده اومد جلوشو دوم پیگیر پرونده‌اش بود، بعد گفت که دادش من فلان پرونده دیگه هم کار میکنم و فلان نوبت شما نیست، این رد کرده، برو شنبه بیاد. کارش انداخت آقا، حوصله کار کردن نداشت، در صورتی که خیلی راحت سریع میتونه جمعش کنه گزارشه، مثلا اینو بزنه، باید یه صورت وضعیت مثلا میداد هم چیزی. وقت عادیشو گذاشته بود به این بازی کردن و اون مشغولیت ذهنیش و همینجور داشت بازی میکرد. من خیلی از حادثه خوش شد، رفتم بغل لستیش جلب شدم، دیدم ایشونم نشسته تو همون اداره داره فیلم مستحکم داره تو اینترنت. چجور بود که بقیه نمیفهمیدن؟ کامپیوتر رو پشت به هم بود دیگه، اگه کامپیوتر خودش رو داشت پشتش هم دیوار بود، پشت هم دیوار بود داره، هرشون داشت فیلم نگاه میکرد و بقولن تلگرامش هم بالا بود، داشت چت هم میکرد، حواسش به همه چی بود و تو ساعت کاری داشت نگاه میکرد و همین جور زوم میکرد میباد بیرون و من انقدر عصبانی شدم از دست اینها. شما فقط فیلمو فهمیدید، فیلمو که نگاه نکنید؟ نه حواسم بود که مثلا داره این کارو انجام میده، این که مثلا من میگم فیلم مستجر نگاه میکرد، من باطن اعمال میده، حالا من اینو در مورد باطن اعمال بهتون توضیح میدم کامل. من صفحه مانیتورشو میدیدم اتفاقا داشت چی نگاه میکرد، نه اون مستحضر ولی میدونستم که صحبت کار داره میکن. همه اینا به نحو اشراف علمه، مثل این که من یعنی مثال سادهش اینه که من بابا وارد میشم تو اتاق، مثلا میبینم بچه من گوشی دستشه و یه فیلم ناجور داره میبینه که یه حاله ای از اون فیلم رو از دور میبینم، استرس و مثلا ترس این بچه میبینم کامل. نه مثل این که بچه داره کبریت بازی میکنه، شما میبینید تو اتاق میبینید دود همه اتاق گرفته، مطلع میشی که این بچه داشته کبریت بازی میکنه و تو شما رو میبینید کبریتاشو قایم میکنه، از اثرش منتقل میشه، اثر اون دود، اثر اون تاثیر اون استرس داره، میدونی داری که خلاف میکنه، لازم نیست آتیشه کبریت رو ببینی، مثلا نیازم لحظه رو ببینم، میفهمم که این داشت کار خلاف میکنه و عصبانی شدم، رفتم سراغ اون نفر سومی که اون طرف نشسته بود. کار یک نفر بهشون گیر بود، به اونی که داشت فیلم میدید، به اون شخصی که سوم بود، اون باید یه کار رو انجام میداد که اون نفری که ارباب رجوع بود کارش حل بشه و خانواده اون که گیر بودن همینجور استرس اون نفر رو داشتن که این باید کارش انجام میداد و کارشون 9 روز اضافه طول کشید. اینجوری میگم تو دقیقشو بگم، 9 روز اضافه طول کشید و تو این 9 روز که اضافه طول کشید لحظه لحظه شو استرسی که اون خانواده داشته، استرسی که اون بند خدا داشت، لحظه لحظه شد دیدم ایشون شده بود و برزخ اینو دیدم. اونها گناه های آنچنان داشتن، بعد بهتون میگم چی بود، اصلا نمیتونم الان بگم، خودم میریزم به هم. دیدم این شخصو نشوندن روی صندلی اون بر نفر سومی که تأخیر داشت توی کارها، بله شده متهم و نفری که اون برای میز بود متهم بود، شخصی که کار باید انجام میداد، شخصی که گرفتار بود کارش پیش این گذاشته بودن جلوش و اون شده اون متهم، کارشناسه شهر اون کاری که داشت انجام میداد، پروژه رو انجام میداد و انجام نده بود، 9 روز تأخیر کرده بود گذاشته اون برای. به ازای هر یک ثانیه، هر استرسی، هر چیزی که ایشون متحمل شده بود از اعمال این بر می داشتن، اعمال مقبولش، اعمال مقبولی که من کل پروندم گشتن هیچی نداشتم، گرده رو فقط داشتم، از اعمال مقبول اونو بر می داشتن به این می دادن، می گفتن راضی شدی؟ بگو نه.
هی بر می داشتم گفتن راضی شو، گفت نه، بلند میگه نه، گیر بود. هی میگه بر می داشتم می دادم بگو راضی شد، میگه نه. تمام شده اعمال مقبولش. یه دفعه از این بر گناه اینو برداشتن گفتن رو دوش ما، هی گذاشتن رو دوشش، گفتن راضیش، میگو نه. همینجور گفت راضیش. یه جای دیگه رسید گفت رضایت، اون خلاص شد. این همه گرفتاری رو میختم مثلا این دیگه، گفت خیلی خوب تا اون راضی بشه، حد نداشت اون بر راضی بشه. من دیوانه شدم این صحنه رو دیدم، اینقدر استرس بهم دست داد که من فرار کردم از اون اتاق که حساب و کتاب اینه. یعنی شخصی که مثلا حالا ارباب رجوع بود به خاطر یه تأخیر اهلکی که مثلا من حالا حوصله نداشتم انجام بدم، کارش 9 روز تأخیر افتاد، به ازای هر یه روز همه اعمال من با بره به اون و من اون برگرده سمت من گناهاش، کار مردم بهش گیر بیفته، اینجوری بیچاره است که بخواید از ام تأخیر بندازی کار انجام ندی، چه برسه که بخواد حق و ناسی بکنه توش. رفتم سراغ مسئول اون اداره، مسئول اون اداره رفتم تو اتاقش، یک میزی چیده بود مثلا از اینجا مثلا تا 5 متر 6 متر میزش بود، انواع اقسام بیسکویت شکلات و اینا رو میزش بود و من میدیدم. ایشون بعد 2 هفته اومد سر کار، مرخصی گرفته بود، کسی هم نبود بهش هاو نکنه کجا بودی چی کار میکرده. من باستدم اومد سر کار، دیدم مسئول رو، اومد سر کار، 2 نفر منتظرش بودن، 2 تا مستخدم منتظرش بودن، یکیش حیات جارو میکرد، حیات پیرامون فضای سبز داره میدونم که تازه نامزد کرد، پسر جوونه ای بود، ترک اردبیل بود، و اون یکی دیگه خدماتی بود. اون هم من دیدم اون مسئول اومد، مسئول دفترش هم گفت که کسی را نده، حالا کارتابلو دارم نگاه میکنم. شروع کرد کارتابلوش رو باز کردن، نگاه کردن و همینجور میخوند و با بی حوصلگی. دفعه این بند خدا نفر اول از قبل وقت گرفته بود، گفت برو میری تو اعصابش خورد آنه رو، الان جوابت نمیده. گفت بابا من گیرم. چی شده بود؟ یه بند خدا مستخدم بود، اضافکاری، با اضافکاری زندگی میکرد، مستأجر بود، حقوقش رو بیشترش میرفت برای کرای خونه، با اضافکار زندگی میکرد، 2 یا 3 برج بود، اضافکار نگرفته بود، نداده بودن بهش، زبونش میگرفت، زبونش میگرفت، لکنت داشت. من از بالا دیدم اومد واسات، هی دستش رو این 3 تا انگشتش رو اینجوری گرفته بود، هی اینجوری فشار میداد، استرس داشت که الان من اگه حرف بزنم این داد بزنه، چون بهش گفته بود اعصابش خورده جوابتو نمیده، حالش خوب نیست. این بدبخ اومد تو، در زد اومد تو، اینجوری نگاهش هم نکرد، این نگاه اینجوری بهش انداخت، سرش انداخت دوباره تو کارتاب مسئول. این شروع کرد اینجوری با دستش هی فشار میداد، هی من دستشو میدیدم میگفتم خاک بر سر مسئولی که نیروش نتونه براش حرف بزنه، آدمش نتونه براش حرف بزنه، فشار میداد دستشو، من عصبی میشدم اون بالا، هی این دستشو فشار میداد، 3 تا انگشتشو فشار میداد، بعد با لکنت برگشت گفت که ببخشید من اضافکار چی شد. مثلا با یه حالت اینجوری برگشت با لکنت گفت که ببخشید من چند ماه اضافکار نگرفتم، 2 ماه 3 ماه اضافکار نده، من گیرم. با لکنت، انقدر استرس گرفته بود حرف نمیتونست بزن. یه نگاهش کرد، حالا اضافکار، پول اضافکار اومده بود به حساب اون شرکته و پول خرج کرده بودن. خرج چه کاری؟ نمیتونم بگم.
یه اشاره ای نه میفهمن تو کتاب اومده فکر کنم مثلا حساب کنید داده بودن مبل عوض کرده بودن که خیلی پایین تر از این حرف بعد هی برگشت گفت که آقا جان شرکت پول نداره فعلا برید شرکت پول دیختن بعد براتون میریزیم بهتون بدیم گفت ببخشید من اضافه خون من پولامو خرج صابونی گرفته ازم دیگه پول ندارم نه خرج خوراک و زندگی بدم گفتم بهتون اومد بهتون میدم همچون دادی سری زدی بدبخت دیگه هیچی نگفت اینجوری رفت بیرون اینجوری به خودش فوش خودش میده تو ذهنش رفت بیرون و بعد منشی بهش گفت که من نگفتم نه رو حالش خوب نیست این بدبخت رفت بیرون رفت بیرون حالا بعد میگم چه اتفاقی براش افتاد نفر دوم اومد اون پسر که تازه ازدواج کرده بود 2,000,000 تومان وام میخواست میخواست عروسی بگیره اومد تو گفت که آقا من میخوام ازدواج کنم و اینا از عقد کردم میخوام عروسی بگیرم پولو بهم بده حالا که سال 93 2,000,000 تومان بعد نبود خوب بود مثلا در دوازده تومان الان گفت که آقا من اینو میخوام 2 تومان وام میخوام گفت فعلا شرکت پول نداره فعلا نیروی رسمی موندن شما که فعلا که قرار دادی هستی یعنی فعلا خیلی ها تو صفحه شما نمیست پول بود به نور چشمی های اون شرکت 10,000,000 وام داده بودن و من میدونستم و به اینها ندادم چون شرکتی بودن و برگشت اونم برگشت حاجی زن اولی زنی زد بهش جفتشون طور که یکشون تعبیز بکنه یکشون هرده بکنه زنه شروع کرد با بیادبی و پرخاشگری برگشت به زبون ترکی حرف میزد ولی من میفهمیدم چی میگفت گفت که رئیست گفتی مثلا پول بده یا رفتی اونجا واسه دو پ پ پ پ پ ت ت ت ت ت کردی براش عداشو در آورد اینم شروع کرد گفت که تو خفشو بابا من رفتم صحبت کردم مثلا بهش گفتم گفت پول نیست فعلا گفت حالا بیاد بعد بهم بده بعد شروع کرد آقا پول نیست خونه چیکار کنیم الان مثلا ما امشب چیکار کنیم دعواشون شد با هم دیگه گفت هر غلطی میخوای بکن حالا برو از این سوپری مثلا این چیز بگیر سوپر سر کوچه زنه یک کمی برارو داشت مثلا سفید زالو بر بود شناسنامش رو برداشت بلند شد رفت در سوپری یعنی اینو دیدم اتفاق میفته براش و اتفاق افتاد براش شناسنامه‌شو برداشت رفتم در سوپری شروع کرد به سوپری گفت که ببخشید ما اشکال نداره قرضی براتون بگیریم اینو شناسنامه من باشه اینجا بلد نبود چی باید بگه چی بشه چی نشه مثلا دفتر حساب دفتری بلد نبود بگه گفت میشه شناسنامه من اینجا باشه من سر برج براتون پولشو میارم پسرم از این بش حرفه یا بود از این آدم های زبون بازه تهران بود چون تهران گفت چی میخواب رفت یه پنیر رو دوتون اینو برداشت این هم 4-5 تا چیزی کرد تو کیسه پلاستیکو داد بهش گفت فقط اسم فامیل رو دون شماره تون بدید من بنویسم شناسنامش هم بهش اسم فامیلش رو نوشت تو دفتر شمارش هم نوشت بعد که اومد بره به اسم کوچیک صداش زد گفت الهام بودم چیزی خواستی بیا این شد جوون بود خانومه جوون شاید مثلا 27-28 سالش بود و این شد باب دوستیشون تو همون هفته 2-3 بار دیگه هی میرفتن اومد هی رفت اومد پسرم مخشو زد به کسافت کاری کشید و تا
تک تک کلماتی که بین اینا رد و بدل شد. برای اون مسئول زنا نوشته، کلمات برای اون زنا نوشته. تک تک اون روزهایی که اون بین بند خدا گیر بود، 9 روز، برای اون مسئول نوشته، علاوه بر اون کارشناس برای اونم نوشته. هر غلط اینها کرده بودن برای اون مسئول نوشته، چون نه سرآوری میکرد، نه برنامه میداد، نه پیگیری میکرد کار، فقط مسئول شد. ردش بالا بود یا مدیر میانی بود؟ مدیر میانی بود. منطقه بود؟ آره، یه منطقه از شهر بود. با مثلا 100 تا کارمند؟ دقیقا حدود مثلا 100 تا کارمند، 150 تا کارمند. و اینها جاها چیزهایی بود که برای یک روز برای این نوشتن، برای اون چند دقیقه که من اونجا بودم، برای اون چند دقیقه بود که من دیدم. من انقدر وحشت کردم و انقدر حرص خوردم و دست این مسئول، و به من نشون دادن که بیام بگم مسئولین بشنوید، کار نمی کنید، برای زیر دستتون کار تعیین نمی کنید، پیگیر کار مردم از زیر دستتون نمیشید، حقوقای نجومی برای خودتون میبندید، حق کارمنداتون رو نمیدید. یک داد زدن سر نیرو، اون بند خدایی که خدماتی بود، درختار مثلا جارو میکرد زیر درختار، دادی که زد سرش بره وام، اون رفت سر زنش داد زد و تأثیر گذاشت رو زندگیشون، اختلافات خوردن و پای این نوشتن. و همینجوری ما میگیم تأثیر پروانه، اسمش تأثیر پروانه، تأثیر مثل یک آتشیه که همینجور منتشر میشه کل زندگیشون. و من دیدم برزخ این مسئولا با بی‌آبرویی اخراج شد، به یک ماه نرسید اخراج شد، با بی‌آبرویی اخراجش کرد. اون دوتا نیرو هم که اینجا بودن، دوتاشون اخراج شدن از اون شرکتی که کار میکردن، با بی‌آبرویی هم اخراج شدن. و ظلم و حق و ناسی است که خدا تو همین دنیا میگیره. این فقط تیکه اخراج شدنشون، فقط این که مال همون مثلا چند رودشون، من نمیدونم چجور میخوان با اینا حساب کتاب کنن.